سلام، روشنک هستم با برنامه فرهنگی و هنری چارسو. تماشاخانه این هفته اختصاص دارد به گرد آفرید، اولین زن نقال ایرانی. در بخش شعر هفته نیز اشعاری از اسخر واقدی از شاعران نوپرداز مطرح دهه 40 ایران را برایتان خواهم خواند. در بخش پرسه در متون نیز با دکتر رضا قاسمی خواهیم بود و پرسه هایش در لابلای متون ادبی و تاریخی فارسی. در بخش کتاب نیز ابتدا گزارشی داریم از جلسه سخنرانی دکتر عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه، در کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی در لندن. پس از آن نیز به معرفی چند کتاب تازه خواهیم پرداخت. در پایان برنامه در بخش طربخانه نیز شما را به دیدن اجرای قطعه ای از گروه موسیقی همنوازان حصار دعوت میکنم. با ما باشید. نقالی یعنی نمایشی تک نفره که بر اساس داستانهای ملی شاهنامه و داستانهای بومی و به وسیله فردی به نام نقال اجرا می شود. نقالی با حرکات رزمی و نمایشی مثل دست زدن، پاکوبیدن، رجز خواندن و معرکه گرفتن، چم و خمها، چرخیدنها، اعصاب دست گرفتن و کمند انداختن همراه است. نقالی معمولاً هنر مردانه است و زنان نقال کمتر در این رشته دیده می شوند. اما گردآفرید نخستین زن در تاریخ نقالی پهلوانی ایران است. زنی که با نقل حماسه های شاهنامه، داستان های ملی و فولکلور و پردخوانی در داخل و خارج از ایران به چهره سرشناسی مبدل شده است. از دان باگ، از دان کیوان خلیل، در این بیابان بی اصل چه کنم؟ یه وقت شنید برگشت دید صد سوار دشمن مکمل مسلح، برق تیغ کشید. اولی را انداخت قاب دهن، دومی تخت سینه، سومی فر سر، چهارمی زیر زنخ، چپ راست زد، خست بست، کشت، درو کرد، ریخت بالای زمین، از کشت پشت ساخت. فاطمه حبیبی زاد هستم، با شهرت گردآفرید. از سال 1378 در حقیقت با سنت نقالی و شاهنامه خوانی و پرده‌داری و به طور کلی سخنوری آشنا شدم و یاد گرفتم، پژوهش کردم و همزمان هم اجرا می کردم. در همون سالهای اولیه یادگیری، البته در تهران و اصفهان همچنان پاتوق بود برای نقالی و شاهنامه خوانی، که من به این پاتوقها می رفتم و شاگردی می کردم. پاتوقهایی مثل قهوه خانه ها، به ویژه خانقاه ها، که فنون سخن و سخنوری و پرده‌داری و شمایل خوانی در اونجا بسیار بود، توسط دراویش اجرا می شد، و همینطور زورخانه ها هم می رفتم که با سردم خانی ها و دیگر فنون سخن که در اونجا بود مثل پندیات و حکایت اشعاری که خونده می شد اینها آشنا بشم. اما این پژوهش در فضاهایی مانند قهوه خانه و زورخانه و خانقاه ها فقط به اینجا محدود نشد، ضمن اینکه به معرکه گیری های هم که بود در سطح شهر، در میادینی که میدونستم هست، مدد گیری ها و یا شمایل خانی ها، حتی پرسه خانی ها که در بعضی محلات میدونستم، تحقیق کرده بودم، میدونستم هست، دنبال این پرسه خان ها میرفتم و کارشون رو میدیدم، و یا هر جا که معرکه ای بود میرفتم و کارها رو میدیدم. باز به اینجا محدود نشد. با شیوه های مختلف داستان گذاری آشنا شدم. عاشق های آذربایجان که داستان های بومی و منطقه ای و ملی رو با ساز و آواز اجرا میکنند. فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید، متولد اهواز و فارغ التحصیل رشته کارشناسی موزه از دانشکده میراث فرهنگی است. خانم حبیبی زاد برای نام هنری خود گردآفرید را انتخاب کرد که شیرزنی ایرانی و از قهرمانان زن شاهنامه است. گردآفرید در شاهنامه فردوسی دختر گجدهم است که در داستان رستم و سهراب با سهراب می جنگد و گرفتارش می شود، اما با تدبیر خود را از چنگ او می رهاند.
اما گردآفرید نقال از شاگردان مرشد ولی الله ترابی، نقال و پردخان برجسته ایران است که چندی پیش روی در نقاب خاک کشید. گردآفرید درباره مرشد ترابی و شاگردیش نزد او میگوید: آشنایی با کارهای مرشد ترابی برایم خیلی آموزنده بود. هر جا برنامه داشت خودم را به او میرساندم و توشه میگرفتم. از نقالی های او یادداشت برمیداشتم و گاهی ضبط میکردم. بعدها متوجه شدم که نقالی دامنه بسیار وسیعی دارد و فقط به تهران محدود نمیشود. دیدم با هنری گسترده و متنوع روبرو هستم و در سراسر ایران از شیوه های مختلف نقالی وجود دارد. گردآفرید اومد تو خانه زین، سهراب نیزه به چرخ بیندازه، براس هرش گرفت به میله خود، خود سرازیر موها مثل آبشار طلا، بدان سهراب کو دختر است. سر روی او از در و افسر است، شگفت آمدش، گفت از ایران سپاه یکی دختر آید به آوردگاه. زبند زره موی او درخشان شو خورشید شو رو. ادبیات حماسی ایران به ویژه داستان‌های رزمی شاهنامه مانند هفت خان رستم و جنگ‌های ایران و توران که جنبه غنی نمایشی و درون‌مایه پرتحرکی دارند، گنجینه و پشتوانه ارزشمند برای هنر نقالی به شمار می‌روند. گردآفرید در مورد شاهنامه می‌گوید: شاهنامه البته یک منبع بیکران است، اما در بسیاری از شهرها و روستاها هنرمندان مردمی قصه های زاد و بوم خود را با ساز اجرا می کنند. در کردستان و سیستان و آذربایجان به هنر نقالی تنوعی بی نظیر دادند. در منطقه چهارمحال و بختیاری شاهنامه را با رنگ و بوی ویژه روایت می کنند. من تلاش کردم از تمام این تجربه ها توشه بگیرم و بیاموزم. گردآفرید در ایران علاوه بر نقالی در دانشگاه و در کارگاه‌های بازیگری و نقالی کار و تدریس می‌کرد، اما وی به دلیل محدودیت‌هایی که برای فعالیت او به عنوان یک زن نقال در جامعه ایران وجود داشت مجبور به مهاجرت گردید و اکنون 3 سال است که در کالیفرنیای آمریکا و در شهر لس‌آنجلس زندگی می‌کند. او این روزها پرکارتر از گذشته از کشوری به کشوری دیگر سفر می کند تا هنر نقالی، این کهن‌ترین شکل روایت افسانه های شاهنامه و پهلوانان ایران زمین را در میان ایرانیان مهاجر علاقمند به شاهنامه و هنر نقالی رواج دهد. همان را به ذکر دام در کشید، شست از ذکر زد مرد و مرکب قردید، بلند شد اسب مرد، قهقهه رستم بلند شد. اصلا مرسوم نبود که زن بیاد و شاگردی بکنه در محضر این مرشدها و دراویش، و به هر حال من باید احترامی داشتم به سنت های اینها و اصول اینها. اینها بسیار مرید پرور و شاگرد پروری میکنن، یعنی تو باید سالها شاگردی بکنی، به این سادگی نیست که فوت آخر رو بهت بدن و خیلی مشکلات عجیب غریبی داره که بتونی با استاد نظرش رو جلب کنی تا بتونه همه اون فنون سخن و راز و رموز کلام رو که میدونه و در چنته داره به تو تحویل بده. این است که سالها باید که تا یک سنگ خارا ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. چند سالی طول کشید که خود مرشدان و دراویش من رو به عنوان شاگرد معرفی بکنن. حتی یادم میاد برای اولین بار که بعد از مدت ها مرشد ترابی در حقیقت منو پذیرفت به عنوان که باهاش برم به این طرف و اون طرف، در شاب دلازین در یک قهوه‌خانه ما نشسته بودی و من هم گوشه نشسته بودم. یک پهلوان کشتیگیر قدیمی از مرشد پرسید که این کیه، گفت که منومنی کرد مرشد ترابی، گفت شاگردمه. گفت شاگردته؟ شاگرد مگه زنم میشه؟ و این مکافات رو هم من داشتم از یک طرف، هم از یک سو خود مرشد و مرشدان.
قلب رستم گذشت تیر سوم بی نتیجه شاون گردآفرید در مورد مهاجرت خود از ایران میگوید: وقتی از ایران خارج شدم فکر میکردم احتیاج دارم مدتی در سکوت و آرامش زندگی کنم، حتی مدتی این کار را ببوسم و یک مقدار از آن فاصله بگیرم، ولی اینطور نشد. یعنی از همان ابتدا خود کار دست مرا گرفت و با خودش برد و برد و دروازه های جدیدی به روی خود باز کرد، تا جایی که میبینید همیشه در حال انجام کار و سفر از این کشور به آن کشور هستم. گردآفرید بر این باور است که عملکرد مسئولان دولتی هنرهای نمایشی در ایران باعث بی‌حرمتی، ابتذال و تحریف هنر نقالی و پرده‌خوانی شده و تلاش او این است که نقالی واقعی و تحریف نشده را اجرا کند. به اعتقاد گردآفرید مرگ مرشد ترابی یعنی مرگ یک دوران و مرگ مکتب نقالی تهران، چرا که به گمان او در حال حاضر مؤلفه‌ها تغییر پیدا کرده و دیگر نه آن پاتوق‌های قدیمی وجود دارند و نه آن تماشاگرهای قدیم هستند. به ناچار همکنون کسانی که در حوزه نمایش‌های سنتی کار می‌کنند چاره‌ای جز این کار ندارند مگر اینکه از این مؤلفه‌های بروز استفاده کنند. گردآفرید در مورد ممیزهای دولتی و خودسانسوری تحمیل شده از طرف وزارت ارشاد و محدودیت‌هایی که به عنوان یک هنرمند زن با آنها مواجه بوده می‌گوید: من خودم با خطوط قرمز آشنایی داشتم، به همین خاطر خودم را سانسور می‌کردم که کسی به من تذکر ندهد و سانسورم نکند. در آن زمان مهمترین مسئله پوشش و لباس من بود. می دانستم که لباس هایم باید چندین سایز گشادتر از سایز اصلیم طراحی و دوخته شوند. حجابم را باید حفظ می کردم. نباید زیاد خودم را آرایش می کردم و در ذهن باید حواسم را جمع می کردم که مبادا هنگام اجرا آواز بخوانم و لحنم تغییر کند. با این وجود در چندین نوبت مشکلاتی اساسی برایم پیش آمد. کار من به اداره اماکن و حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشیده شد. هرگاه که لحنم در هنگام اجرا مقداری موسیقیایی شده بود و یا اگر یکی از برنامه‌هایی که در خارج از ایران بدون سربند و روسری اجرا می‌کردم از یک شبکه ماهواره‌ای خارج از ایران پخش می‌شد، گرفتاری هایی برایم به وجود می آوردند. اما با وجود همه این گرفتاری ها و خودسانسوری ها تجربه های خوبی هم داشتم. گردآفرید اولین زن نقال ایرانی است، اما بدون شک او تنها زن نقال ایرانی نخواهد ماند و دختران و زنان بسیاری راه او را در آینده ادامه خواهند داد و رزم دلیران شاهنامه را برای من روایت خواهند کرد. به راستی اگر از ورای هزاره فردوسی سر بر بیاره، ما چه داریم بگیم و او چگونه شاهنامه رو خواهد سرود؟ این درد دل من هست با فردوسی. حالا ای بزرگ خردمند و داد، درودم ز جان بر روان تو باد. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنی که نبودی سخن جز براز. نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام، به کوشش به هر گونه سازند دام. نه از مهرگان نام و نه از سده، نه دستی به شادی به دستی زده.
نه جام شرابی نه پیمانه ای، نه بر عاشقان راه میخانه ای. نه یادی ز رستم نه از اشک بوس، فسوسا 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 فسوس به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. همه کارها صحنه سازی بود، همه کارها صحنه سازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه سر به سر مصلحت بین شدند، به سستی و خاری کجایی شدند. خردمند دانا دلی پیر توس، خداوند بس رستم و اشک بوس. تو با کاویانی درفش سخن، به پا خواستی تا نمیرد وطن. برای و خردنامه ساز کن، ز جهل خودی شکوه آغاز کن. بیا و سلاد سرود امید، چه شهنامه ای تازه آید پدید. برای و ببین و دوباره بگو، تفو بر تو ای چرخ گردون. تفو تفو بر تو ای چرخ گردون. تفو. اسخر واقدی متولد 1319 از شاعران مطرح و نوپرداز دهه 40 ایران است که در قالب کهن و بیشتر غزل نیز شعر سروده است. واقدی شاعر بدبینی است و اغلب اشعار او آکنده از نومیدی است. او از تأثیرات اجتماعی زمانش بر کنار نبوده و همیشه از مشاهدات پیرامونیش الهام گرفته است. واقدی زمان حال را با ترحم و آینده را با امیدی کم‌مایه توصیف می‌کند. او در اشعارش با زبانی سمبولیک و استعاری فاقد پس زمینه تاریخی و اجتماعی دقیق است. از واقدی چند مجموعه شعر منتشر شده است، از جمله مجموعه شعری به نام آواز عاشقان قدیمی که شامل 25 شعر آزاد و 9 غزل است که در فاصله سالهای 1341 تا 1351 سروده شدند. واقدی از جمله شاعرانی بود که در سال 1356 در شب‌های شعر انستیتیو گوته تهران شرکت داشت و تعدادی از شعرهای خود را در آنجا خواند. علل بدبینی واقدی را باید در شرایط اجتماعی و سیاسی دهه 40 ایران جستجو کرد، دورانی که عمدتاً با سرکوب آزادی‌ها و جنبش‌های مردمی و تشدید اختناق و سانسور و رشد ابتذال و بیدانشی همراه بوده است. به علاوه برخی ناکامی‌ها و شکست‌های شخصی شاعر نیز در شعرهای واقدی منعکس شده است. وقتی تو را که گرمی ما بودی، آن دست پرشقاوت و خونالود دزدانه در سیاهی جنگل رو بود و رفت، انسان شکست خاطر و تنها ماند. بعد از تو در ترانه دهخانان نام تو یادگار شگفتی هاست. بعد از تو بادها و درختان و صخره ها آوازهای گنگ تو را در فضای شب پرواز می دهند و رودهای پیر و کفالود در پای کوها و اعماق دره ها دیوان وار نام بلندت را آواز می دهند. شعری بود از اسخر واقدی، شاعر نوپرداز مقیم آمریکا. شعر دیگری نیز از مجموعه اشعار اسخر واقدی انتخاب کردم که برای تا می خوانم. شعریست عاشقانه با نام به ما اجازه ندادند. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم. میان میکده با گریه های پنهانی شب مکررمان را به روز آوردیم و در پناه درختان و در پناه سکوت قدم زدیم در این جاده های طولانی. به ما اجازه ندادند که در عزیزترین لحظه های بیخبری
به پاس خاطر دلهای من که خاموش است به عاشقان ترین روزها بیندیشیم و پر کنیم فضا را ز عطر خاطره ها و شهر خفته و بیمار را به چلچراغ غزلهای من بیاراییم. تو ای زلال ترین چشمه نوازش و مهر که با شکوه تر از روزهای پاییزی میان ما شب طولانی زمان جاریست. تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت. هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز تنین زمزمه عاشقانه میپیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. شعری بود با عنوان به ما اجازه ندادن از سروده های نوع اسخر واقدی. این غزل زیبا از سروده های اسخر واقدی را هم به خاطر داشته باشید. غروب در دل تنگم دوباره خانه گرفت، دلم هوای می و گریه شبانه گرفت. به شهر خیش قریبم ولی چه خواهد کرد کبوتری که به ویران آشیانه گرفت. از آن شبی که تو از شهر ما سفر کردی به باغ‌های خزان دیده زاغ لانه گرفت. کنون حکایت تکرار و رنگ بیزاری است، دلم از این همه آواز ابلهانه گرفت. به جز سیاهی و غم روزنی نمی‌بینم، ستاره گم شد و شب رنگ جاودانه گرفت. در این قفس به فغانم کسی جواب نداد، به نام شب همه کس خواب را بهانه گرفت. پس از تو دل به چه بندم شکایت از که کنم، زمانه از منت ای گوهر یگانه گرفت. به زیر گنبد شب ناله های من پیچید، دوباره دل هوس شعر عاشقانه گرفت. غزلی بود از مجموع اشعار تماشا و حیرت از سروده های اسخر واقدی. بخش پرسه در متون را از هفته گذشته با دکتر رضا قاسمی، ادیب سرشناس و مدیر کانون ایران در لندن آغاز کردیم. در این بخش دکتر قاسمی به مناسبت‌های گوناگون تاریخی در لابلای متون ادبی و تاریخی کهن و معاصر تورخ کرده و هر بار متن زیبایی را با کلام گرم و دلنشین خود برای ما اجرا خواهد کرد. این شما و این دکتر رضا قاسمی با پرسه‌هایش در متون فارسی. به نام خدا و با سلامی چوبوی خوش آشنایی بینندگان عزیز، در هفته‌ای که گذشت راجع به یک رویداد بسیار دلپذیر یعنی اعزام 100 دانشجوی ممتاز ایرانی به اروپا برای ادامه تحصیل به امر پهلوی اول صحبت کردیم. این بار از یک خاطره دیگری میپردازیم، به نقل یک خاطره دیگری میپردازیم که چندان دلنشین نیست و اون فقدان استاد برجسته ادب فارسی، یعنی حقیقتاً قافل سالار سخن، مرحوم دکتر خانلری، دکتر ناطل خانلری هست که در روز اول شهریور 1300 و خیال میکنم که 69 به رحمت خدا پیوست و روی در نقاب خاک کشید. جراید اون روز در مورد ایشان نوشتن که دکتر پرویز ناطل خانلری استاد ممتاز دانشگاه، پژوهشگر و ادیب و زبانشناس نام‌آور و چهره برجسته سیاسی ایران در 77 سالگی پس از یک دوره طولانی بیماری چشم از جهان فرو بست. دکتر خانلری در سالهای اخیر عمر از شکستگی لگن خاصره رنج می‌برد و تقریبا فلج شده بود. رژیم جمهوری اسلامی پس از دستیابی به قدرت او را به زندان افکند. تحمل چند ماه زندان در شرایط بسیار دشوار
روح و جسم استاد را فرسوده ساخت. با این حال دکتر خانلری که به راستی به فرهنگ و هنر ایران عشق می‌ورزید تا دم مرگ در پژوهش، نگارش و خدمت به فرهنگ و زبان فارسی دریغ نداشت و باز نایستاد. دکتر خانلری تحصیلات خود را تا دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و سپس در رشته زبانشناسی در دانشگاه پاریس انجام داده بود. به پاس خدمات گرانقدر او به فرهنگ ایران و دانشگاه تهران، عنوان استاد ممتاز دانشگاه به او داده شد و در دانشگاه بیروت نیز دکترای افتخاری گرفت. خدمات ادبی و پژوهشی دکتر خانلری در بنیاد شاهنامه، بنیاد پهلوی، به ویژه ریاست بنیاد فرهنگ ایران فراموش نشدنی است. فهرست آثار او به ده ها جلد کتاب ارزنده می رسد. زندگی سیاسی این استاد برجسته نیز پربار بود. رئیس دبیرخانه دانشگاه تهران، استانداری آذربایجان، سناتور انتصابی، سناتور انتخابی مازندران در دوره ششم مجلس سنا، وزیر در کابینه علم و بسیاری مشاغل برجسته دیگر. اما بزرگترین خدمت و یادگار مرحوم خانلری تأسیس و ادامه انتشار مجله پربار سخن بود، معتبرترین نشریه ادبی ایران و بزرگترین پایگاه اهل قلم. بسیاری از نویسندگان ایرانی که در آسمان ادبی ایران درخشیدند کار خود را نخستین بار با سخن آغاز کردند. خانلری همچنین شاعری چیره دست و شیرین سخن بود و بسیاری از اشعار او در از نمونه های برجسته شعر معاصر فارسی است، به ویژه شعر عقاب او از والاترین سروده های نسل معاصر ادب فارسی است. یک شعری در این کتاب قافل سالار سخن از او انتخاب کردم درباره وطن. این کتاب قافل سالار سخن در واقع تدوین مرحوم شهید زنده یاد سعیدی سیرجانی است، ولی وزارت ارشاد گفته بود که اسم تو روش باشه ما این کتاب رو چاپ نمی کنیم. ایشون هم اسم خودش رو برداشت ولی بدون اسم نویسنده و مؤلف هست. ببخشید. قافل سالار سخن در این ابتدای این کتاب یه شعری به اسم آرزوی وطن از خانلری میگه: آنجا که جان پاک دلان بیمناک نیست، آنجا که شرمناک است آن دل که پاک نیست، آنجا که مرد نیست زنا مرد در شکنج، آنجا که مردمی را بیم هلاک نیست، آنجا که نیست راستی آزرده از دروغ، آنجا که آبرو را از ننگ باک نیست، آنجا که شوق بال گشایت سوی کمال، آنجا که آرزو را جا در مغاک نیست. فرخنده جایگاهی کان میهن من است، این رنج برده دل را آن گوشه مأمن است. آنجاست که از جمال هنر دل منور است، آنجاست که از فروغ خرد دیده روشن است. آزادی و بزرگی و رادی و مردمی دردانه است اگرچه زهر سو به خرمن است. تا بودم من از وطن آواره بودم، گاهی گذر به خوابم از آن نغز گلشن است. غربت فسرد جان و بفرسود تن مرا، ای بال آرزو برسان تا وطن مرا. این مال دوره است که ایشون در اروپا میخونده، درس میخونده و غم دوری از وطن ایشون رو میازرده. خانلری هنگامی که در بستر مرگ بود و ازش پرسیدن که شما چند سال دارید، گفت 2500 سال. لذا استاد فقید عباس زریاب خویی، یکی دیگر از نخبگان از دست رفته ما در این سالهای سیاه، خانلری را مرد 2500 ساله نامید و در توجیه این نامگذاری می گفت: خانلری وقتی سخن می گفت یا وقتی می نوشت، زبان فارسی را با قدمت و شکوه چندین قرن در دل و جان جای می داد و بر زبان و قلم یاری می ساخت. در 23 سالگرد خاموشی استاد فقید پرویز ناطل خانلری، یاد او را گرامی می داریم
روانش به جاودانگی شاد باش، شاد باد. با بهره‌گیری از ماهنامه بخارا شماره 23 چاپ تهران و کتاب قافل سالار سخن. در هفته‌های گذشته به معرفی کتاب شاه نوشته دکتر عباس میلانی در این برنامه پرداختیم. حال از شما دعوت می‌کنم به گزارشی از جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ دکتر میلانی در کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی در لندن توجه فرمایید. آقای دکتر عباس ملکزاده میلانی، اگر اشتباه نکنم، متولد 1328 هستند، مورخ، ایرانشناس و نویسنده ایرانی و ساکن آمریکا. دکتر میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و استاد فراخوانده دانشکده علوم سیاسی آن دانشگاه هستند. همچنین همکار و یکی از سرپرستان پروژه دموکراسی ایران در مؤسسه هوبر هستند. مفهوم شاه ولی شاهی انقلاب در واقع خودش قابل ایراده، برای اینکه فرض این عنوان این هست که یک پدیده واحدی در یک لحظه واحدی اتفاق افتاده به نام انقلاب، مثل یک درخت تنومندی که ما حالا داریم دنبال ریشه هاش میگردیم. آیا باید ریشه های 1978 رو گشت؟ 1965 رو گشت؟ 1975 رو گشت؟ 1963 رو گشت؟ 1953 رو گشت؟ 1949 رو گشت؟ هر کدوم از اینا رو میتونم خدمتتون عرض کنم که بالقوه یکی از ریشه های انقلاب. پس صحبت کردن در مورد شاه و ریشه های انقلاب فرضش بر این است که یک پدیده اجتناب ناپذیر واحدی به نام انقلاب در ایران بود که میشد هم میشه هم ریشه هاش رو به طور واحدی پیدا کرد و هم اجتناب ناپذیر بود. گمان من این است که انقلاب ایران کاملا اجتناب پذیر بود، به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نبود. تغییر در ایران اجتناب ناپذیر بود، ولی انقلاب اجتناب ناپذیر نبود. انقلاب در نتیجه تصمیماتی بود که همه ماها در این اتاق، شاه در اون بر دنیا، طرفدارانش، آمریکا، انگلیس، اپوزیسیون ایران، آیت الله خمینی، همه اینها با هم گرفتیم. تقلیلش به هر کدوم از اینها دنیای خیلی پیچیده رو ساده میکنه. خیلی دوست دارم بگن همه کاسه کوزه رو با سر فردوست شکست. اگر فردوست خیانت نکرده بود شاه الان سر کار. به نظر من اولا ابعاد ماجرای فردوست خیلی پیچیده تر از اونه که خیلی ها فکر میکنن و به هیچ وجه برای من حداقل روشن نیست که اگر فردوست نبود این کار نمیشد. ادعی میگن در گوادلوپ تصمیم گرفته شد که شاه باید بره. وقتی در گوادلوپ جلسه تشکیل شد شاه نصف اسبابش از ایران فرستاده بود. همه تقریبا گمان میکنن که در گوادلوپ کارتر اومد تصمیم گرفت که شاه را از ایران بیرون کنه. اصلا گوادلوپ رو کارتر تشکیل نداد، گوادلوپ رو ژیسکار دستان تشکیل داد. موضوع بحث، من 1000 صفحه سند در مورد گوادلوپ دارم، تقریبا تمام اسنادی که طبقه بندیش الان آزاد شده من سعی کردم اونها رو بخونم و به ظرف قاطع بهتون میگم اون تصور رایج در مورد گوادلوپ با واقعیت و سازگاری نداره. دولت آمریکا و دولت انگلیس 2 ماه قبل از گوادلوپ به نتیجه رسیدن که شاه دیگه میل و توان موندن نداره. انگلیس در اکتبر به این نتیجه میرسه. نامه وزیر انگلستان، نخست وزیر انگلستان رو من نقل کردم در کتاب، اواخر اکتبر که میگه شاه دیگه در ایران نمیتونه بمونه و ما باید فکر یک جانشین باشیم. عنوان انگلیسیش ری انشور. و وقتی که رفتن ری انشور کردن، وقتی رفتن دنبال اپوزیسیون گشتن، کی رو پیدا کردن؟ آیت الله خمینی رو. و اینکه آیت الله خمینی رو پیدا کردن تا حدی نتیجه بی اطلاعی سفیر وقت آمریکا در ایران آقای سالیوان از تاریخ تشیع بود، ولی تا حد زیادی هم نتیجه القاعاتی بود که به او و به سفارت آمریکا و به مقامات آمریکا در آمریکا
طرفداران دکتر مصدق، طرفداران جبهه ملی در مورد آیت الله خمینی میکردن. یعنی تقلیل هر کدوم از این انقلاب به هر کدوم از این مسائل، خیانت فردوس فلان فلان اینا، یه واقعیت بسیار پیچیده یه چند بعدی رو سعی میکنه به یک واقعیت ساده‌ای تحلیل بده. در ما ایرانیان هم متاسفانه یک گرایش وحشتناک خطرناک به نام گرایش توطئه وجود داره. توطئه دنیا رو ساده میکنه، دنیا پیچیده است. توطئه دنیا رو یک علتی میکنه، دنیا چند علتی است. و مهمتر از همه توطئه از ما سلب مسئولیت میکنه، مسئولیت رو به عهده یکی دیگه میذاره. توطئه، تئوری توطئه در ایران روی دیگر سکه‌اش پرستش امام زمانه. هر دوی اینها یک منجی یا یک منجی بدجنسه، یکی خوبه یکی بده، هر دو معمار شخصیت ما هستن بدون خود ما. ما تا وقتی که فکر منجیگری و فکر تئوری رو توطئه رو وانگذاریم نمیرسیم به این که چه شد. از روزی که شاه اومد سر کار، سیاست پدرش رو در رابطه با روحانیت عوض کرد. یعنی سعی کرد با روحانیت آشتی بکنه. زین العابدین رهنما رو فرستاد، آیت الله قمی رو با سلام و صلوات از نجف غرق کرده بود برگردوندن. خواستای آیت الله قمی رو بهش داد، با آیت الله بروجردی دیدار کرد. صحبت های شاه رو من بعضی هاشو نقل کردم. شگفت‌انگیز دعوتی که شاه از روحانیون میکنه برای شرکت در سیاست علیه نخست وزیرهایی که باش مخالف، مثل قوام مثلا، مثل مصدق مثلا. این که اصلا اسلام باید یک فعالیت عظیمی داشته باشه. من سخن اول شاه در مجلس رو، قسمش رو در واقع با رضا شاه مقایسه کردم. باورتون نمیشه این چقدر مذهبی تره. برای اینکه شاه گمانش این بود که بدنه روحانیت طرفدار سلطنته. درستم میگفت، بدنه روحانیت طرفدار سلطنت بود، ولی به یک نکته واقف نبود. وقتی که این شبکه رو اینا ساختن، وقتی که آیت الله خمینی مؤتلفه رو درست کرد، فدایان اسلام و نواب صفوی درست کرد، جلسات قرآن درست کردن، تکیه درست کردن، حسینیه درست کردن. من آمار مسجد رو در آوردم. در هیچ زمانی که ما براش آمار داریم، تعداد مساجدی که در ایران ساخته شده به اندازه 10 سال آخر سال شاه نیست. هیچ نیروی دیگه حق این فعالیت نداشت. جامعه رو تغییر دادی، یک تحول عظیم شهری ایجاد کردیم. همه نیروها رو هم جلوشون گرفتید، حتی نیروهای وفادار به خودتون رو. ببینید تو این خاطرات ثابتی رو بخونید. این ثابتی رو اینو به من گفته بود، ولی تو این خاطرات خودش هم دوباره گفته. اونجا همه چیزا رو اون آقا منتقل کرده، من خیلی چیزاشو منتقل نکردم، ولی این رو منتقل کرده که میگه ملکی یه دفعه منو خواست، گفت شما چرا با سیاست درهای باز چیز مخالفه، سیاست لیبرالیزاسیون؟ میگه بهشون گفتم برای اینکه شما باید اول به من اجازه بدی بعد به مخالفین. میگه گفتم مگه شما حق نداری صحبت کنی؟ گفتم نه خیلی، من حق ندارم، من حق ندارم برم از دولت انتقاد بکنم. تمام اینکه دیدید کنی گفت انتخابات در ایران تقلبیه، تمام کارا رو ازش گرفتن. خب انتخاباتی که شما میدونست تقلبیه، لیست رو میبردن خودش تایید میکرد، گفت این غلط کرده، گفت به من گفته که انتخابات دوران من چیزه. یعنی کنی ثابتی فرام میگه من حق ندارم در این رژیم انتقاد بکنم، در چارچوب رژیم. همه اینا بستن، یه گروه اجازه فعالیت داره. کیه؟ آیت الله خمینی. کیه؟ مذهبیون. کیه؟ شریعت مداری. غافل از این که وقتی رژیم بره در بحران، این شبکه رو فقط یه گروه کنترل خواهد کرد، رادیکال ترین گروه ها. یادداشت شریعت مداری به سفارت هست و نقل کردم در کتاب، پیغامش به شاه هست، میگه من دلم میخواد از شریف امامی دفاع بکنم ولی جرأت نمیکنم. تمام این شبکه مذهبی رو خمینی گرفته. این در ایران نیست،
شبکه های اینجوری رو رادیکال ترین ها میگیرن و اگر شما به گروه های دیگه اجازه ندید خب این اتفاق میفته. یعنی یه تغییر ساختاریه و یه تحول سیاسی، یه به اصطلاح سیاستیست که باشه در مقابل سیاست اپوزیسیون. اپوزیسیون با رژیم قهر کرده بود، موضع اپوزیسیون بود که این رژیم هیچ کار خوبی نمیتونه انجام بده، حتی وقتی کار خوبم میکرد حاضر نبودن ازش دفاع بکنه. بخش معرفی کتاب این هفته را با معرفی کتابی شروع میکنم از انتشارات باران در سوئد، تکوین سرمایه‌داری و تجدد در ایران، نوشته محمد رضا فشاهی. محمد رضا فشاهی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، مقیم فرانسه و استاد فلسفه دانشگاه پاریس 8 است. فشاهی پژوهش‌های زیادی در زمینه تاریخ و علوم انسانی در ایران انجام داده و تألیفات بسیاری در این زمینه دارد که از میان آنها باید به تحولات فکری و اجتماعی در ایران، سیر تفکر در قرون وسطا، واپسین جنبش قرون وسطایی، ارسطوی بغداد، از عقل یونانی به وحی قرآنی، از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی و اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن الهی عرفانی اشاره کرد. کتاب تکوین سرمایه‌داری و تجدد در ایران تازه ترین تألیف این نویسنده و محقق است که بر مبنای جامعه شناسی تاریخی و اقتصادی تحریر شده و بخشی از مطالعات نویسنده درباره پایان روش تولید زمینداری و تولد و رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران در فاصله سالهای 1796 تا 1977 است. بخش نخست این مطالعات در سال 1977 با عنوان آخرین جنبش قرون وسطایی در ایران منتشر شد و بخش دوم آن همین کتاب است که نشر باران در سوئد آن را منتشر کرده است. به گفته نویسنده بخش سوم و پایانی آن نیز با عنوان رشد سرمایه‌داری در ایران از سال 1905 تا 1977 به زودی منتشر خواهد شد. محمد رضا فشاهی در بخش نخست این کتاب یعنی آخرین جنبش قرون وسطایی به بررسی جنبش‌های فلسفی، الهی و اجتماعی ایران در نیمه نخست قرن 19 پرداخته بود و در این کتاب به تحلیل انحطاط و متلاشی شدن دولت آسیایی و روش زمینداری آسیایی و تولد مناسبات نوین سرمایه‌داری در ایران پرداخته است. ژیل دلوز، نوآموزی در فلسفه، نام کتابی است نوشته مایکل هارت که با ترجمه رضا نجف‌زاده از سوی نشر نی در تهران منتشر شده است. ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی از مهمترین فلاسفه و متفکران پست مدرن است. او شاگرد و همکار پژوهشی ژاک لاکان، روانکاو برجسته فرانسوی بود و در نظریات فلسفی خود از نظریات فروید، نیچه و مارکس تأثیر گرفته است. دلوز در ایران فیلسوف تقریبا شناخته شده است و برخی از کتاب‌ها و مقالات مهم او به فارسی ترجمه شده است. در این کتاب نویسنده در سه فصل تکامل اندیشه ژیل دلوز را بررسی کرده و دیدگاه‌های فلسفی او را در مورد اخلاق برگسون، نیچه و اسپینوزا مطرح می‌کند. کتاب نوآموزی در فلسفه مایکل هارت با شمارگان 1000 نسخه در 248 صفحه به قیمت 86000 ریال از سوی نشر نی منتشر شده است. برای طربخانه این هفته کلیپ زیبایی از اجرای موسیقی گروه همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری را برایتان در نظر گرفتم. گروه همنوازان حصار مرکبند از علی قمصری، نوازنده تار و سرپرست گروه، سیاوش روشن، نوازنده عود، حسین رضایی‌نیا، نوازنده کوزه و دف، همایون نصیری، نوازنده سازهای کوبه‌ای و همخوانان زن یعنی حاله سیفی‌زاده، بهرخ شورورزی، مژده بهرامی و سحر محمدی. امیدوارم از آن لذت ببرید.
دستی به دل ما زد و رفت. در این خانه ندانم چه سودا زد و رفت. در این خانه ندانم چه سودا برنامه این هفته چهارسو. تا هفته دیگر و چهارسوی دیگر، خدا نگهدار.